به عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دانشجویان عزیز. دوستا به هفته چهارم از سدیس مضمون بازاریابی تصدی به تصدی برای سمستر پنجم دانشکده اقتصاد پوهنتون جمعی خوش آمدید. همان طوری که در جلسه قبل مراحل اشکانی پروسه تصمیم گیری خرید صنعتی یا تجاری با شما خواندین و ضمن یک قضیه یا کیس استادی در ارتباط به شرکت فمیل چکلید این مراحل اشکانه رو واضح ساختین، در این جلسه عنوان درس طوری که مشاهده می‌فرمایید دوستا عوامل اصلی تاثیرگذار بر خریداران تجاری می باشد که شامل فصل سوم چپتر شما است. دوستا بعد از ختم این جلسه شما عزیزان می‌فهمید که چه عوامل میتونه بر خریداران تجاری تاثیرگذار باشه و یک بازاریاب تجاری موفق چگونه میتونه این عوامل تحت کنترل و مدیریت خیش قرار بده. خب دوستا شروع میکنیم درس این هفته را از عوامل اصلی تاثیرگذار بر خریداران تجاری. قابل یادآوری می باشد دوستا که نباید ما عوامل اصلی تاثیرگذار بر خریداران تجاری با عوامل مؤثر بر رفتار مصرف کننده که در سمستر قبل خواندین که عبارت بود از عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی، عوامل شخصی و روانی اشتباه بگیریم. دوستا چون عوامل مؤثر که میتونه برای یک مصرف کننده نهایی که محصولات مصرف کننده نهایی به دلیل مصرف شخصی خود خریداری میکنه کاملا میتونه متفاوت باشه با عوامل اصلی تاثیرگذار برای خریدار تجاری، چون یک خریدار تجاری کالاهار به دلیل تغییر شکل و یا تولید یک کالای جدید یا محصول جدید و یا ای که فروش یا که اجاره دادن به دیگر شرکت عمده فروشان خریداری میکنه. خب دوستا حال میبینیم با شما که عوامل اصلی تاثیرگذار بر خریداران تجاری چی است. دوستا باید گفت که خریداران تجاری به هنگام تصمیم گیری خرید تحت تاثیر عوامل متعدد زیاد قرار میگیرند که بعضی از بازاریابا فکر میکنند که مهمترین عوامل مؤثر بر تصمیم گیری خریداران تجاری اقتصادی هستند و بعضی دیگر هم فکر می کنند که خریداران تجاری بر علاوه توجه به عوامل اقتصادی به عوامل شخصی مثل ریسک پذیری یا دوری از ریسک یا خطر هم عکس العمل نشون می دهند. خب آن هم دوستا طوری که اگر شما به سلاید مشاهده می کنین اگر محصولات هر صورت تفاوت چندان نداشته باشند یا هم یکسان یا استاندارد باشند خریداران تجاری زیاد از منطق کار نمی گیرن و اینا بیشتر متوجه برخورد و رفتار شخصی فروشنده هستند. ولی ارگو دوستا طوری که می بینین در سلاید ارگو محصولات ارزشوات تفاوت داشته باشه یا که مختلف باشن خریداران تجاری در خریداری مسئولیت بیشتر دارن و در این زمان بیشتر متوجه عوامل اقتصادی مثل قیمت، میزان تقاضا و شرایط تحویل و غیره می باشن. بنا نتیجه میگیرین دوستا که خریدار تجاری بر دو دسته از عوامل، هم عوامل اقتصادی و هم عوامل شخصی، پاسخ مثبت میده. دوستا به صورت کل در کتاب اصول بازاریابی که منبع شما هست میتونین از او استفاده کنیم، اثر فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ، عوامل اصلی تاثیرگذار بر خریداران تجاری به 4 کتگوری تقسیم کرده که این کتگوری ها شامل 1 عوامل محیطی، 2 عوامل سازمانی، 3 عوامل بین شخصی و 4 عوامل فردی می باشه که در سلاید های بعدی به تشریح تک تک از این عوامل می پردازه. خب دوستا در قدم نخست به تشریح عوامل محیطی می پردازیم که خریداران تجاری به شدت تحت تاثیر عوامل موجود و همچنین عوامل پیش بینی شده در محیط اقتصادی قرار می گیرند. این عوامل میتونه شامل سطح یا میزان تقاضا باشه، میتونه شامل نرخ بهره یا نرخ سود بانکی باشه، میتونه مثل چشمانداز اقتصادی باشه مثل شتاب فناوری یا تغییرات تکنولوژیک باشه و همچنین تحولات یا تغییرات سیاسی قانونی و تحولات رقابتی در بازار و یا هم نگرانی شرکت ها در ارتباط به مسئولیت اجتماعی باشه که ضمن چند مثال به تشریح این که چطور این عوامل میتونه فعالیت های شرکت خریدار را تحت تاثیر قرار بده میپردازیم.
خب مثال اول دوستا در ارتباط با چشمانداز اقتصادی می باشه که هرگاه وضعیت اقتصادی کشور یا که شرکت رکودی باشه یا که رکودی پیش بینی شده باشه، شرکت ها تصمیم بر عدم سرمایه گذاری در تجهیزات موجودی گودام می گیرند چون متضرر نشند. و دوستا برعکس، اگر وضعیت اقتصادی یک کشور یا شرکت خریدار حالت رونق پیش بینی شده باشه، شرکت ها تصمیم بر سرمایه گذاری زیادتر یا که ثابت می گیرند چون که می خواهند موجودی گودام و تجهیزات را افزایش بدن تا در زمان آینده تقاضای مشتریان بتوانند رفع سازند و عرضه محصولات خود با تقاضا برابر بسازند. مثال دوم طوری که میبینین دوستا، مثال دوم در ارتباط با تغییرات تکنولوژی، سیاسی، قانونی و رقابت در بازار میباشه که هرگاه تغییرات تکنولوژیک، سیاسی، قانونی و رقابتی در بازار زیاد باشه، بعد که شرکت نتونه به این تغییرات شتاب زده عکس العمل مثبت نشان بده، شرکت ها تصمیم بر عدم سرمایه گذاری بر روی تجهیزات، ماشینالات و موجودی گودام میگیرند دوستا تا که این تغییرات و تحولات نتونه آنها را متضرر بسازه. و برعکس، اگر تغییرات و تحولات تکنولوژیک، سیاسی، قانونی و رقابتی در بازار کم باشه، شرکت ها کوشش میکنن برای دوام فعالیت خیش تصمیم به سرمایه گذاری بگیرن و تجهیزات، ماشینالات، موجودی گودام بیشتر خریداری کنن. خب در مثال سوم دوستا، طوری که میبینین در ارتباط به نگرانی شرکت های خریدار درباره مسئولیت اجتماعی است که هرگاه شرکت های خریدار نگران باشند در ارتباط به مسئولیت اجتماعی خود که نکنه تولیدات آنها باعث ضرر رساندن آنها به اجتماع شوه، آن هم به شکلی که ضایعات تولیدات یا که ماهیت محصول تولیدی مشکل داشته باشه و ضایعات در محیط دفن نشه و مردم یا اجتماع از این ضایعات متضرر باشند. شرکت ها در همچنین شرایط تصمیم بر عدم سرمایه گذاری می گیرند و اگر برعکس در نظر بگیرین دوستا، هرچه نگرانی شرکت ها مبنی بر مسئولیت اجتماعی آنها کم باشه یا که هیچ باشه، سرمایه گذاری بیشتر صورت می گیره توسط شرکت ها. خب دوستا، سوال اینجی بالاخره هست که بازاری ها باید چی اقدامات را انجام کنه. یک بازاریاب تجاری برای افزایش فروش باید حتی المقدور دوستا از عوامل محیطی که میتونه فعالیت های خرید شرکت های خریدار تحت تاثیر قرار بده معلومات کافی داشته باشه و همچنین از پیشبینی در ارتباط به افزایش یا کاهش سطح تقاضا، چشمانداز اقتصادی که حالت رکودی یک حالت رونق می باشه و همچنین کاهش یا افزایش نرخ بهره بانک، سرعت تغییرات در تکنولوژی، سرعت تحولات سیاسی، تحولات قانونی و همچنین تحولات رقابتی در بازار و بالاخره نگرانی شرکت های خریدار و دولت در ارتباط به مسئولیت اجتماعی شرکت ها، باید بازاریابا آگاه باشند تا بتونن از تغییرات مثبت استفاده مفید داشته باشند و تغییرات منفی را هم بتونن تحت کنترل و مدیریت خیش قرار بدن. لازم به یادآوری دوستا که بازاریابا به صورت کامل نمیتونن که عوامل محیطی پیش بینی کنند یا هم تحت کنترل و مدیریت به صورت کامل قرار بدن، ولی با آن هم نباید از این عوامل غافل بمونند، بعد معلومات کافی را در ارتباط به این عوامل داشته باشند و این عوامل داشته باشند تا ناخواسته نکنه که شکار از این عوامل بشن. خب دوستا، حال بپردازیم به عوامل سازمانی، تشکیل عوامل سازمانی. دوستا، هر سازمان یا شرکت خریدار دارای اهداف، روش ها، سیاست و ساختار متفاوت و خاص می باشه که این تفاوت می تونه خریدای شرکت ها تحت تاثیر قرار بده. طوری که دوستا
اگر اهداف، روش و سیاست های یک سازمان خریدار بلند مدت باشه، سازمان کوشش میکنه که در زمان خرید از قراردادهای بلند مدت به جای کوتاه مدت و همچنین از روش های خرید یک جایی و متمرکز به جای خرید های جداگانه استفاده کنه. یا همین که اگر روش های خرید و ارزیابی عملکرد خرید یک شرکت مبنی بر پاداش باشه، دوستا شرکت ها کوشش میکنند از سیستم های پاداش به شکل بلند بردن معاش یا ترفیع مسئولان خرید کار بگیرند تا اینکه نسبت به خرید موفق و خوب مسئولان خرید متفاوت باشند. دوستا آل این سوال مطرح میشه که بازاریابا باید چه نوع اقدامات را انجام بدن تا بتانن نیازهای مشتری ها نیازهای شرکت های خریدار رفع بسازن که با عرضه محصولات مطابق نیاز اون این نیاز رفع بشه. دوستا بازاریابا باید حتی المقدور در ارتباط به سازمان های خریدار تحقیقات و معلومات کافی داشته باشند تا روش ها، سیستم ها، اهداف و ساختار هر کدام از این سازمان ها رو بفهمند، چون هر سازمان دارای طوری که با شما دیدیم و خواندیم دارای هر سازمان دارای اهداف، روش ها، سیاست ها و ساختار خاص متفاوت می باشه. پس بنان ما نتیجه می گیریم که یک روش فروش یا عرضه یک کالا عمومی استاندارد به همه این سازمان های خریدار کار اشتباه و باید مطابق به خواست و مطابق به اهداف، مطابق به ساختار و سیاست های هر سازمان کالا و خدمات خاص و متفاوت برای آنها ارائه بشه. خب دوستا حال میپردازیم به تشریح عوامل بین شخصی. عوامل بین شخصی که تاثیرگذار هستند بر خریدار تجاری. دوستا مرکز خرید یک شرکت متشکل از افراد مختلفیه که این افراد هر کدام از اختیارات، جا و منزلت و نفوذ متفاوت هم برخوردار هستند. که بعضی از شرکت ها رئیس شرکت میتونه در بعضی از شرکت ها رئیس شرکت میتونه اختیار و نفوذ بیشتر در تصمیم گیری خرید برخوردار باشه، آن هم به دلیل اینکه معلومات کافی در ارتباط به خرید کالای خاص میتونه داشته باشه. در حالی که از یک سو دیگر دوستا در بعضی از شرکت ها در قسمت خرید رئیس شرکت از اختیارات و نفوذ کمتر برخورداره و در این شرکت ها افراد تکنیکی و هیئت خرید از اختیارات و نفوذ بیشتر برخوردار می باشند. بنابراین این فهمیدین که دوستا هر شرکت متشکل از افراد تصمیم گیرنده ای است که این افراد تصمیم گیرنده خرید دارای اختیارات، منزلت، نفوذ و علاقه خاص می باشند. حالا این سوال دوستا خلق میشه که یک بازار آب برای ارائه یک محصول که بتونه رفع نیاز شرکت های خریدار رو به خوبی انجام بده و فروش بیشتری داشته باشین باید چه اقدامات رو انجام بده؟ یک بازاریاب باید حد المقدور در ارتباط به شرکت های خریدار تحقیقات داشته باشه تا بفهمه که افراد تصمیم گیرنده خرید در شرکت ها کیا هستند و کدام افراد دوستا دارای بالاترین اختیارات، بالاترین نفوذ و جا و منزلت هستند و علایق هر کدام از این افراد چیا هستند تا بتانه بیشتر تلاش های خود برای جلب رضایت امی افراد که دارای اختیارات دارای منزلت و نفوذ بیشتر هستند تلاش های خود برای جلب رضایت آنها به کار بگیره و تلاش بیودر در ارتباط به جلب رضایت افراد که در تصمیم گیری اختیارات کمتر، منزلت کمتر و همچنین نفوذ کمتر دارن ادر نده. خب دوستا حال میپردازیم به عوامل فردی تاثیرگذار بر خریدار تجاری. دوستا هر یک از افراد اشتراک کننده در تصمیم گیری خرید برای هر شرکت دارای انگیزش، درک و رجانات فردی متفاوت و خاصی هستند که این انگیزش، درک و رجعانات متفاوت میتونه تحت تاثیر سند افراد، تحت تاثیر میزان تاثیرات افراد، تحت تاثیر درآمد افراد، شخصیت و عقاید
افراد یا که فرد قرار بگیره، که به همین خاطره که خریداران تجاری هر کدامشان از سبک های خرید متفاوت برخوردار می باشند، طوری که بعضی در خرید ساده نگر هستند و کوشش می کنند که خرید سرسری انجام بدن، در حالی که بعضی هم خرید در عنوان یک عرفه می شناسند و کوشش می کنند تخصص بیشتری در خرید به کار ببرند تا بتوانند بهترین کالا و خدمات را بخرند. یا هم دوستا طوری که در سلاد می بینین، بعضی از خریدار تجاری که جوان هستند کوشش میکنند که از کامپیوتر و تکنولوژی روز به تجزیه و تحلیل پیشنهادهای فروشنده بپردازند و بعدا یک پیشنهاد فروشنده انتخاب کنند و خرید انجام بدن، در حالی که دوستا خریداران تجاری که با تجربه هستند و مسنتر میباشند کوشش میکنند از تجربه خریدار قبلی خو کار بگیرن و چندین فروشندر یک کار زیرکی بکنن که چندین فروشندر رو در روی هم قرار بدن تا از تخفیف برخوردار باشن. زمانی که دو فروشندر رو در روی هم قرار بگیرن، قیمت کمتر یک فروشنده به فروشنده دیگر به حساب ارائه بشه، فروشنده کوشش میکنه که از فروشنده مختلف دیگر قیمت ارزانتر ارائه بده تا که خریدار جلب کنه. در اون زمان یک کار خیلی خوب زیرکانی است برای خریداران که مشتری ها به فروشنده ها در مقابل هم قرار بده تا تخفیف حاصل بشه. خب دوستا، این سوال به اینجی خلق میشه دوستا که یک بازاریاب تجاری باید چه اقدامات انجام بده. یک بازاریاب تجاری دوستا در ارتباط به عوامل فردی که بتونه یک مسئول برای رفع نیاز شرکت ها خریدار به خوبی انجام بده یا که ارائه بسازه، باید در ارتباط به افراد تصمیم گیرنده معلومات کافی داشته باشه، چون هر فرد تاثیرگذار بر تصمیم گیرنده در سازمان های خریدار دارای یک انگیزه، درک و ترجیحات متفاوتی میباشه نسبت به افراد تاثیرگذار بر تصمیم گیرنده خرید. شاید دوستا یک فرد تصمیم گیرنده خرید در سازمان یک درک متفاوتی از کیفیت داشته باشه، شاید درک از کیفیتی باشه که کیفیت به معنی عمر طولانی کالا باشه، در حالی که یک فرد دیگه که تصمیم گیرنده می باشه در خرید او درک از او از کیفیت عبارت از یا که به معنی بروز بودن یا آپدیت بودن باشه و تکنولوژی که یا که مشخصات تکنولوژی که یک کالای مطلوب زمانی که خوب باشه او به عنوان کیفیت بدانه. میبینیم که درک افراد، انگیزش افراد و ترجیحات افراد مختلف میشه. بعضی از افراد امکان داره که ترجیحات از اونو بیشتر بر روی قیمت باشه، ولی افراد دیگر قیمت در اونو به عنوان یک ترجیح و انتخاب کالا نمیدانن. اونو شاید کیفیت، شاید که در دسترس بودن مواد اولیه و دیگر مشخصات عنوان کیفیت بدانند. خب دوستا، با توجه به عوامل فردی شرکت هایی که فعالیت های بین المللی دارند باید متوجه باشند که عواملی که به نظر میرسه دوستا در یک مدود فرنگی یا کشور کاربرد داشته باشه، ولی متاسفانه در یک محدودی فرهنگی یا کشور دیگه یا عوامل از قابل کاربرد نمی باشه و کاربرد ندارن. به طور مثال دوستا، شما و مثال ها متوجه باشین دوستا، در کشور فرانسه دوستا مردم بیشتر از لباس رسمی استفاده میکنن و خیلی کم اتفاق میفته که از لباس رایتی استفاده کنن، و شما اگر به عنوان یک فروشنده یا عنوان یک بازاریاب میخواین با اونا معامله انجام دهیم یا که
کار خریداری را انجام بدین، برای شرکت یا که نماینده شرکت هستین شما باید لباس رسمی حتمی پوشین، چون اگر لباس رسمی نپوشین اونو اهمیت زیاده به شما در کشور فرانسه نمیدن. و همچنین دوستا رفتار مردم فرانسه با کسی که نمیشناسن به صورت رسمی است، اونا زیاد طوری بگیم که اونا برخورد اینا نمیتونه زیاد صمیمانه باشه با افراد که نمیشناسن، یک برخورد رسمی کاملا رسمی اونا دارن با افراد. و اگر شما بخواین به عنوان یک تجار یا که بازاریاب با اونا معامله کنین، اگر بخواین رفتار صمیمانه رو انجام بدین با تجار فرانسوی چون نمیشناسین اونا رو، میتونه یک پوینت منفی به شما باشه. و باید یادآور شیم دوستا که تجار فرانسه دوست ندارن که اونا رو با اسم کوچک از اونا صدا بزنین، اونا بیشتر با اسم فامیلی دوست دارن اونا صدا بزنین و شما هم به همین اسم صدا میزنن. ولی در کشور آلمان یک چیز متفاوت است دوستا، که تجار آلمانی بسیار وقتشناس هستند تجار و به وقت زیاد اهمیت میدن و شما نباید زمانی که با اونا معامله دارین و میخواین حالت بازاریابی انجام بدین یا ای که خرید بخواین انجام بدین، نباید در قرار ملاقات دیر برین به سر ملاقات و قرار ملاقات باید طوری باشه که در اون وقت معینه شما در اون قرار حاضر باشید. ولی دوستان در ایتالیا، در ایتالیا هم کاملا متفاوت می باشه عوامل فردی و رفتار فردی افراد. در ایتالیا نسبت به مد تجار اساس هستند و زمانی که شما عنوان یک بازاریاب یا خریدار با اونا ملاقات دارین و شما را میبینن، اگر مد و فشان شما زیاد خوب نباشه، مرتب نباشین، به شما یک دید دیگر دارن. و اگر شما مد و فشان شما خوب باشه، خوب مرتب باشین، یک دید مثبت خیلی خوبه به شما میتونن داشته باشن. دوستا در ایتالیا تجار ایتالیایی دوست دارن از پیش قرارا ملاقات یا که ایمیل ها تعیین کنن، پیش بینی کنن یا اسکجول یا همو حساب تقویم داشته باشن به این قرار ملاقات. و تجار ایتالیایی سلسله مراتب خیلی برای اینا مهمه، اونا بیشتر در دفاتر تا بخواین به رئیس شرکت دسترسی داشته باشین باید از چندین فرد داره رتبه کوچکتر شما بگذارین تا برسین به رئیس یک شرکت، که این خود باعث میشه که کم خسته کن باشه، باید شما حوصله داشته باشین. در انگلیس دوستا یا که بریتانیای کبیر که هسته، در کشور هم کاملا متفاوت میباشه رفتار افراد. در کشور پذیرایی و دعوت دوستا به رستوران از طرف شرکت ها که به عنوان یک بازاریاب با اونا ملاقات دارین و میخواین معامله را انجام بدین و به عنوان یک خریدار، در چاش صورت میگیره. چاش یا مو نواره که به فارسی میگن. و بیشتری از پذیرایی ها و قرار ملاقات و همچنین قرار ملاقات که به صورت پذیرایی باشه به نان چاش صورت میگیره، نه به نان شب. ما میبینیم که بیشتر از ملاقات در کشورها دیگه در نان شب پذیرایی صورت میگیره، ولی متاسفانه در انگلیس به نان چاش صورت میگیره. باید این متوجه شما باشیم اگر میخواییم با اونا معامله یا که مراوده داشته باشیم. در عربستان دوستا طوری است که رفتار فرد، رفتار تجار عربستانی
کاملا متفاوت از دیگر کشورها است که تجار عربستان به رد کردن دعوت خیلی حساس هم. هر زمانی که شما به یک نوشیدنی یا به یک غذا یا به هر چیز دیگر دعوت میکنن، اگر شما بخواهیم رد کنین، اونا فکر میکنن شما یک توهینی به اونا کردین و به عنوان یک توهین به حساب میارن. در ژاپن دوستان، در ژاپن تجار ژاپنی به سلسله مراتب زیاد اهمیت میدن و سلسله مراتب افراد و هر فرد در نسبت به مقام و منزلت داره اونا به حساب احترام میگذارن. اگر شخص دارای منزلت و مقام بیشتری بود یا رئیس شرکت بود، معلومه که مردم ژاپن احترام بیشتری به میگذارن تا اینکه یک شخص به عنوان یک شخصی که پایین رتبه می باشه در یک شرکت بخواهی با او قرار ملاقات داشته باشه. اونا دوستا، موضوعی که مهم است در ژاپن تنظیم کردن یک رسم و رواج دیرینه از زمانی که شما با اونا ملاقات دارین، اونا دوست دارن که شما تنظیم کنن و شما اونا رو تنظیم کنین. و تجار ژاپنی هیچ وقت از عجله کار نمیگیرن و هر پیشنهاد رو اونا با دقت مطالعه میکنن تا زمانی که تعهد بستن، از تعهد خو نباشه که غافل باشن.